سرخط خبرها و مهمترین ها، افراد ناشناس یک کودک 12 ساله را در فاریاب حلق و عزل کردند. مجاهد: کشورهای از داعش علیه طالبان استفاده می کنند. انفجار بازگاه طالبان در خیرخانه. ابلاغه عاجل مارشال دوستم از داخل ولایات ازبکنشین در شمال افغانستان. وزیر کشور بریتانیا: رواندا برای پناهجویان امن است. منابع محلی در فاریاب میگویند که افراد ناشناس یک کودک 12 ساله را در این ولایت حلق و عزل کردند. این رویداد روز یک شنبه 13 امل در روستای پیجبله از مربوطات ولسوالی قیصار ولایت فاریاب رخ داده است. به گفته منابع، افراد ناشناس این کودک را در بیرون از منزلش حلق و عزل کردند. هرچند تاکنون انگیزه دقیق این رویداد معلوم نیست، اما منابع می‌افزایند که احتمال می‌رود او به دلیل خصومت‌های خانوادگی کشته شده باشد. مسئولان محلی طالبان ادعای کشته شدن این کودک را تکذیب کردند. سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در ولایت فاریاب گفته است که این کودک به دلایل نامعلوم خودکشی کرده است. گفتنی است که از چند ماه به این سو رویدادهای جنایی در بخش‌های مختلف کشور افزایش یافته است. در تازه‌ترین مورد، روز جمعه 11 امل افراد ناشناس در کوپیسا یک کودک را کشته و جسدش را آتش زده بودند. مجاهد: کشورهای از داعش علیه طالبان استفاده می‌کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان ضمن این که نگرانی کشورها در مورد فعالیت داعش در افغانستان را تبلیغات خوانده، بدون ذکر نام کشورها آنها را به بزرگنمایی گروه داعش در افغانستان و استفاده از آن علیه طالبان متهم کرده است. مجاهد در گفتگو با تلویزیون ملی تحت مدیریت طالبان که ناوقت روز یک شنبه نشر شده، گفته است که داعش 1% حمله های سابق طالبان را هم انجام نمی‌دهد. او گفته است داعش گاهی مخفیانه و با مهارت حملات را انجام می‌دهد که نسبت به تجربه که ما داشتیم و مردم افغانستان آن را دیدن نزدیک به 1% است. سخنگوی طالبان علاوه کرده است آنها به گونه مخفیانه و با مهارت زیاد کوشش می‌کنند که ازدحام مردم و شهرها استفاده سو بکنند. گاهی وقتها انفجارات و بعض حملات می‌کنند که بسیار نسبت به تجربه که ما داریم و مردم افغانستان دیدن این نزدیک به 1% مشکل است. مجاهد در حال برخی کشورها را به بزرگنمایی داعش در افغانستان متهم کرده است که پیش از این فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا اجرا داده بود که داعش 6 ماه بعد قادر به حمله علیه کشورهای خارجی از خاک افغانستان خواهد بود. گفتنی است که داعش مسئولیت چندین حمله بزرگ در شهر کابل و سایر شهرهای کشور را از زمان سلطه طالبان تا کنون بر عهده گرفته است. با گزارش افغانستان انترنشنل، منابع محلی از کابل شام یکشنبه گزارش دادند که انفجار بازگاه طالبان را در 315 خیرخانه کابل هدف قرار داده است. پلیس طالبان در کابل وقوع انفجار را تایید کرد، اما میگوید این رویداد تلفات در پی نداشت. خالد زدران گفت انفجار ناشی از پرتاب بمب دستی توسط افراد ناشناس بوده است. مارشال دوستم: در نظام قومی طالبان ظلم تباری در شمال رسمیت یافته است. به دنبال گزارش ها از غصب زمین های ازبک ها از های طالبان در تخار، سرپل و فاریاب، حزب جنبش به رهبری مارشال عبدالرشید دوستم در خبرنامه نگاشته که در نظام تک‌گروهی طالبان استبداد و ظلم بالای مردم در شمال افغانستان رسمیت یافته است. مارشال دوستم گفته که غصب ملکیت‌های مردم در شمال با ادعای حقوقی جعلی ادامه دارد. عبدالرشید دوستم در این خبرنامه گفته است که تجاوز جنسی افراد طالبان در سرپل، تخار، سمنگان، فاریاب، بغلان، کابل و غصب ملکیت‌های اقوام دیگر یعنی غیر پشتون‌ها نفرت و کینه قومی را تحریک می‌کند. مارشال دوستم اضافه کرده که طرفدار جنگ نیست، اما با باور او اگر ظلم ادامه یابد تجدید نظر خواهد کرد. اظهارات مارشال دوستم در مورد ظلم قومی طالبان در حال صورت می‌گیرد که با حاکمیت این گروه بر افغانستان حساسیت‌های به شدت برانگیخته شده است. دیروز دیوید مارتینون سفیر فرانسه برای افغانستان نیز در نشست رژیم گروه طالبان را قومی خوان و از تکرار جنگ‌های قومی در افغانستان هشدار داد.
وزیر کشور بریتانیا، رواندا برای پناهجویان امن است. دادگاه عالی لندن طرح انتقال پناهجویان به رواندا را قانونی اعلام کرده، اما گروه های مدافع حقوق پناهجویان بارها بر مخالفت با این طرح تاکید کردند. با وجود مخالفت سازمان‌های مدافع حقوق پناهجویان و همچنین هشدار کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به انتقال مهاجران غیرقانونی و پناهجویان از بریتانیا به کشورهای آفریقایی رواندا، وزیر کشور بریتانیا بار دیگر بر لزوم اجرای این طرح تاکید کرد و گفت متقاعد شده رواندا برای اسکان پناهجویان امن است. سولا براومن وزیر کشور بریتانیا روز یکشنبه گفت او متقاعد شده که رواندا کشور امن برای اسکان مهاجران و پناهجویان است که به طور غیر قانونی وارد بریتانیا می شوند. با این حال او از تعیین زمان دقیق برای اخراج و انتقال اولین گروه پناهجویان به رواندا خودداری کرد. دولت بریتانیا در صدد است با اجرای این طرح هزاران پناهجو و مهاجر بدون مدارک شناسایی را در بیش از 4000 مایل دورتر منتقل کرده و در کشور رواندا واقع در شرق آفریقا اسکان دهد. این طرح بخش از یک توافق 120 میلیون پوندی به حساب می رود که هدف جلوگیری از عبور پناهجویان با قایق‌های کوچک از کانال مانش و ورود آنها از فرانسه به خاک بریتانیا است. طرح انتقال مهاجران غیر قانونی و پناهجویان از بریتانیا به رواندا اولین بار در اپریل 2022 اعلام شد، اما پس از آن نخستین پرواز برای اخراج و انتقال این پناهجویان از بریتانیا به رواندا با حکم دادگاه حقوق بشر اروپا متوقف شد. دادگاه عالی لندن نیز در ماه دسامبر سال 2022 این طرح را قانونی اعلام کرد، اما گروه‌های مدافع حقوق بشر و حقوق پناهجویان که مخالف این برنامه دولت بریتانیا هستند به حکم دادگاه عالی لندن مترسند. بریتانیا ماه گذشته میلادی نیز جزئیات قانون جدید را اعلام کرد که ورود پناهجویان با قایق‌های کوچک از طریق کانال مانش را ممنوع کرده و مانع از پذیرش درخواست پناهندگی آنها می شود. به گفته مقام‌های بریتانیا هدف این طرح جلوگیری از ورود موج پناهجویان به ویژه پناهجویان است که با عبور از کانال مانش وارد خاک بریتانیا می شود. حالا بر اساس این طرح دولت بریتانیا می تواند آنها را به کشورهای خود بازگرداند یا به کشورهای سال سمن منتقل کند. طرح انتقال پناهجویان که از راه‌های غیرقانونی وارد بریتانیا شدند به رواندا در یک سال گذشته مناقشات حقوقی و حقوق بشری فراوان را ایجاد کرده است. با این حال دولت محافظه‌کار ریشی سوناک یکی از اولویت‌های خود را مقابله با پدیده مهاجرت غیرقانونی اعلام کرده، در صدد از هر چه زودتر این طرح را اجرا کند. سولا براومن وزیر کشور دولت سوناک در زمره چهره‌های محافظه‌کار با گرایش‌های شدید رازگرایانه قرار دارد، پیش از این نیز بارها بر اجرای طرح انتقال پناهجویان به رواندا در سریع‌ترین زمان ممکن تاکید کرده است. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوی بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوی من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. شب روزتان خوش.